سوال حاشیه‌ای رو بذاریم کنار، گوش کنید. الان باید این کارخونه را بیفته، این رو باید شما را بندازید تا حقوقتون رو بروز بکنم. پرونده فساد نجومی مدیران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان، دادگاهی که قرار بود علنی باشد پشت درهای بسته برگزار می شود. امروز با دو فعال حوزه کارگری در این باره صحبت می کنیم. همچنین در 60 دقیقه گزارش عفو بین‌الملل از جزئیات قتل 304 معترض در تظاهرات آبان سال گذشته. همزمان آمریکا وزیر کشور ایران را به اتهام صدور فرمان کشتار معترضان تحریم کرد. پوستری که جنجال آفرید، اصطلاح نازی‌ها درباره نسل‌کشی یهودیان در وبسایت رهبر ایران چه می‌کند؟ رشد جمعیت ایران زیر 1%. وزارت بهداشت می‌گوید کهنسالی جامعه را تهدید می‌کند. و روی دیگر سکه کرونا، زمین در سایه قرنطینه نفس کشید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در همان روزهایی که ده‌ها کارگر نیشکر هفت تپه هر روز و هر هفته در اعتراض به تضییع حق و حقوقشان اعتصاب می‌کردند، در روزهایی که بازداشت می‌شدند، در روزهایی که با اتهامات سیاسی و امنیتی به زندان محکوم می‌شدند، در همان روزهایی که مدیران هفت تپه کارگران را به داعشی بودن متهم می‌کردند، به گفته نماینده دادستان در همان روزها میلیون‌ها دلار توسط مدیران این شرکت به تاراج رفت. امروز دومین روز رسیدگی به پرونده هفت تپه بود. دادگاهی که اول قرار بود علنی باشد، اما به دلایلی که گفته نشد غیر علنی برگزار شد. متهم ردیف اول، مدیر عامل 33 ساله شرکت، متهم است که تنها در یک قلم 1.5 میلیارد دلار، نه ریال، دلار ارز دولتی گرفته که به جای اینکه در هفت تپه هزینه کند در بازار آزاد فروخته. سوال‌های زیادی درباره این پرونده مطرح است. اول اینکه نام چه کسانی قرار بوده در دادگاه مطرح شود که دادگاه نباید علنی میشد. چرا مردم نباید بدانند که در پرونده فساد در هفت تپه چه گذشته؟ و پاسخ کارگرانی را که به دلیل اعتراض به همین فساد به زندان و شلاق محکوم شدند چه کسی میدهد؟ بیشتر به این موضوعات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از کاوه مشکات. دادگاه متهمان به فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه و امید اسدبیگی مدیرعامل این شرکت متهم ردیف اول. یکی از موارد اتهامش گرفتن بیش از 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی و فروش آن در بازار به نرخ آزاد است. در این پرونده 18 جلدی نام 22 متهم و شرکت دیگر هم به چشم می‌خورد که با گروه صنعتی آریاک و شرکت نیشکر هفت تپه در ارتباط بودند و گفته شده که با همکاری شرکت‌های دیگر در نظام ارزی ایران اخلال کردند. دلم می‌خواد ما کار می‌کنیم در عرب و فقط برای سوریه. حرفای بی‌ربط نزن. حرفای بی‌ربط نزن. پس از جلسه دوم، اسامی بعضی از مسئولان استان خوزستان و قوه قضایی هم مطرح شد. به گفته دادستان، اتهام دیگر آقای اسدبیگی خریدن مسئولان بوده و همسر استاندار خوزستان هم اعتراف کرده که مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه 25 هزار دلار به او برای هزینه سفر و تورهای تفریحی داده. اما چه بر سر شرکت قدیمی نیشکر هفت تپه آمد؟ در سال 85 و همزمان با بالا رفتن تب خصوصی سازی در ایران، صحبت‌هایی در مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه مطرح شد. یک سال بعد کارگران به دلیل تأخیر در پرداخت 3 ماه حقوق اعتراض کردند. در اواسط دهه 80 این کارخانه به دلیل فرسودگی تجهیزات ضررده شده بود. در سال 91 تجهیزات کارخانه نوسازی شد، ولی 3 سال بعد شرکت نیشکر هفت تپه ورشکست اعلام شد و در همان سال در یک مزایده به 2 شرکت زئوس و آریاک لرستان واگذار شد که مالکان آن 2 جوان 28 و 31 ساله بودند. قیمت تعیین شده برای این شرکت
286 میلیارد تومان بود که در مزایده تنها 6 میلیارد. مطالبه دیگر این کارگران حمایت دولت و متحد خودتون است. آقازاده های فلان و فلان و فلان هم نیست. یکی از خریداران امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت آریاک بود که به عنوان سهامدار اصلی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه شد و دیگری مهرداد رستمی رئیس هیئت مدیره. باید این کارخونه را بیفته، این را باید شما را بندازی تا حقوقتون رو بروز بکنم. در 4 سال گذشته کارگران این شرکت به دلیل تعویق دستمزدها، سوء مدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی دست به اعتراضهای پیاپی زدند. سال گذشته گروهی از معترضان هفت‌تپه به 5 سال زندان محکوم شدند. اسماعیل بخشی، یکی از رهبران اعتراضهای کارگری این شرکت که در مورد سوء استفاده های مالی مالکان این شرکت هشدار داده بود، حالا به قید وثیقه آزاد است. میلیون ها دلار خود آقای جهانگیری دلار مفت داده به این آقایون، رفتن تو بازار ارز فروختن. کارگران هفت‌تپه می گفتند گرسنه‌اند. و به خصوصی سازی این شرکت هم انتقاد داشتند. این روزها آقای اسدبیگی و دیگر متهمان پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه متهم به دریافت میلیون ها دلار ارز دولتی و سوء استفاده از آن هستند. گفته شده این پول که قرار بوده صرف مواد اولیه شود، هزینه واردات کالاهای قاچاق شده. دادگاه متهمان ادامه دارد و مشخص نیست که حکم نهایی کی صادر خواهد شد. اما کارگرانی که می‌گفتند گرسنه‌اند، پیشاپیش به زندان محکوم شدند. کاوه مشکا، BBC. امیر امیرقلی، فعال حوزه کارگری از تهران با ماست. آقای امیرقلی در نشریه گام بخشی از خبررسانی و اطلاع رسانی در مورد وقایع هفت‌تپه رو بر عهده داشتند. آقای امیرقلی، شما به دلیل پوشش همین وقایع بازداشت شدید، محکوم شدید. امروز که چنین دادگاهی رو می‌بینید، چه احساسی بهتون دست میده که شما به دلیل پوشش همین فساد به دادگاه به زندان افتادید؟ ابتدا من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. و این قصه هفت‌تپه که حداقلش تا به اینجای ماجرا ما در مقابل این فساد، نه در هفت‌تپه، در تمامی به اصطلاح خصوصی سازی هایی که صورت گرفت ایستادیم، فریاد زدیم، سرکوب شدیم، احکام زندان طولانی داریم، زندان رفتیم با غیر وثیقه‌های سنگین دوستان بیرونیم. اینکه این دادگاه تشکیل میشه مشکلی از نظمن امیرقلی که از کارگران هفت‌تپه حل نمیکنه. خواسته بزرگ کارگران هفت‌تپه و خانواده هاشون، چند هزار نفر آدم در ابتدا محاکمه این هاست و بازپسگیری شرکت از اینها، نه از هفت‌تپه، در هپکو، چه در ماشین سازی تبریز، چه در بقیه شرکت هایی که به رایگان و مفت واگذار شده به دیراندخار. مرحله دوم محاکمه و عزل مدیران استانی است که در این سالها در کنار اینها بودند، اینها رو حمایت میکردند. طبق اظهارات نماینده داستان در دادگاه، همسر آقای شریعتی یک رقم برای تور اقوامشون 25 هزار دلار و جای دیگه 200 هزار دلار با واسطه رشوه گرفته. استاندار خوزستان، استان همسرشون با واسطه گرفتند. این عین صحبت‌های نماینده داستان در دادگاه، اتهامات دادستانه دیگه. حالا نه، تمام صحبت های نماینده متهم دادستان، حالا ایشون باید از اشتفا کنه نه من، ایشون گرفته. خب این رقم ها رقم های همه جای دنیا به 200 هزار دلار بود، والا خیلی پوله. این پول ها رو گرفتن، سرکوب هایی که اونجا شد، فشار هایی که آقای استاندار بر سیستم امنیتی و بر نیروهای نظام انتظامی می آورد برای سرکوب اینها. خب اینا دلایلش خیلی مشخصه که اینها منافع مستقیم مادی داشتن در این وسط. این بحث این حاصل و میخواسته که امروز کارگران هفت‌تپه دارن لغو احکام، در واقع زندان کارگران، احکام هایی به زندان محکوم شدن، به شلاق محکوم شدن، بازگشت به کار کارگران است. اسماعیل بخشی مثل محمد خنیفر، کارگران که بسیاری که بیکار شدن، اینها به کار بازگردن و
بازگشت دولت، لغو خصوصی سازی در واقع دولتی شدن کارخونه و اینکه اجازه بدن خود کارگران این بار کارخونه رو اداره کنن، شوراهای کارگری که در این کارخونه شکل گرفته بود دوباره شکل بگیره و خودشون کارخونه خودشون رو اداره کنن. این امروز خواسته های کارگران هفته پس. آقای امیرقلی فکر می‌کنید چرا دادگاه غیرعلنی داره برگزار میشه؟ این دادگاه واقعا یه جور کلاه شرعی دارن ازش میزن. این دادگاه‌های ویژه اقتصادی بنابر اجازه که آقای لاریجانی از آقای خامنه‌ای گرفت قرار بود علنی باشه. یک مورد دیگه چند دادگاه مدیر عامل سابق بانک ملت بود. اینها دادگاه‌ها رو میگن علنی است ولی بدون حضور اصحاب رسانه. دلیلش هم خیلی واضحه. مقامات بسیاری تو این قصه گیرن. من تو زندان دیدم خودم مدیران ارشد بانک مرکزی رو که به علت این پرونده در زندان بودن، آقایون سازمان خصوصی سازی در زندان بودن، مدیران ارشدی که پاشون تو این پرونده گیرن. این چند میلیون دلار پول، 1.5 میلیارد دلار پول، 600 میلیون دلار پول، اینا پول کمی نیست. این پول‌ها چه شکلی پرداخت شده، رشوه های سنگینی که پرداخت شده برای اینها، اینها نباید بفهمند کی بوده، چه شکلی اینقدر ارز گرفتند. کسانی که امروز کار میکنن میدونن یک دلار یک سنتشو گرفتن مصیبته برای بازرگانی میکنن. درسته. چه شکلی چند صد میلیون دلار آقایون پول گرفتن. آقای امیرقلی شما از قرار همبند بودید با بعضی از متهمان این پرونده، درسته؟ بله. و در هم اتاق هم بودم با یکیشون. هم اتاق بودید با یکی از مدیران هفت‌تپه؟ نه، با یکی از مدیران بانک مرکزی که یکی از اتهاماتش پرونده هفت‌تپه بود. در داخل بند این ارتباطات چطور انجام میشد؟ یعنی شما به دلیل اعتراض به عملکرد اونها با هم در یک بند قرار گرفتید؟ ببینید ارتباط حالا خاصی که بینمون نبود. آقایون به علت حالا فساد مالی که اون داشتن، وضع مالی خیلی خوبی تو زندان داشتن، از لحاظ امکاناتی که دختیارشون میخواستن، هر چی میخواستن دختیارشون بود. ما اصلا با آقای دوستان زن نمیدوستیم باش هم صفره بشیم. در مورد آقای رستمی، تا موقعی که من تو زندان بودم این رو به چشم دیدم. ایشون چهارشنبه بعد از ظهر میومد زندان، تا شنبه صبح میرفت، یعنی در فاصله شنبه صبح تا چهارشنبه بعد از ظهر رو بعوا اینکه برن بیرون به کارهای کارخونه برسن بیرون بودن و در زندان به علت توانایی مالی که داشتن خیلی همین هر آنچه میخواستن در اختیارشون بود. حالا مثلا تو زندان کسی که بودن میدن تخت خیلی مهمه، خیلی راحت به تخت میرسیدن، در که آدم باید کف خواب میموندن، تو صف میموندن و این هرچی مقاسمه راحت اختیارشون بود و ماها رو هم یه جورایی بهمون چیز میگن مسخره میکردن که بیاین اصلا که چی، حالا شما اومدین تو دیگه ما میریم ولی شما این تو پدرتون در میاد. آقای امیرقلی چقدر امیدوارید که احکامی که برای فعالان کارگری صادر شده لغو شه؟ والا تا اینجا اتفاق نیفتاده خوشبختانه. در اینکه دو روز اخیر خانم حسین‌زاده که دوستان دانشجوی ما اتفاق براش افتاد، خانم امیری هم که با ما حکم گرفته بود شفا هم بهشون گفتن که احکام قرار لغو بشه، ولی تا به این لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ چیزی به صورت رسمی نه به متهمی نه به وکلاشون ابلاغ نشده. ما فعلا در مرحله تعلیقیم که منتظریم حکم اجرا بشه. متشکرم امیر امیرقلی فعال حوزه کارگری از تهران با ما. بهروز فراهانی عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و ایران فرانسه از پاریس با ماست. آقای فراهانی شنیدید صحبت‌های آقای امیرقلی رو. یکی از خواسته‌های اصلی کارگران هفت‌تپه در سال‌های گذشته این بود که این شرکت یا به دست دولت برگرده یا مدیریتش به دست کارگران بیفته. چقدر شدنی این خواسته‌ها به نظر شما؟ من سلام میکنم خدمت شما بینندگانتون و درود میفرستم به آقای امیرقلی و دوستانشون که نقش خیلی مهمی داشتن در پوشوندن اخبار مبارزات کارگران هفت‌تپه. ببینید اولا در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، از اونجایی که یک بخش تعاونی هم در اقتصاد به رسمیت شناخته شده که در واقع وجود خارجی نداره، خیلی راحت میشه شرکت هفت‌تپه رو از دست خصوصی‌ها و خصولتی‌ها گرفت و در اختیار کارگرا قرار داد و مدیریت کارگری رو امتحان کرد. شما نگاه بکنید مدیریت دولتی چه فاجعه‌ای رو به بار آورد در اونجا. تجهیزات و ماشینالاتی که در اونجا بود به حدی از فرسودگی رسیده بود که دیگه نمیشد کار کرد و به هیچ وجه در اختیار اونها دلاری رو که بتونن این رو انجام بدن و بخرن ماشینالاتشون تجدید بکنن و نیروی کار رو به شکل بهینه‌ای در اونجا به کار بگیرن انجام ندادن
و در یک حالت وحشتناک در دوره آقای احمدی نژاد 1385 واردات شکر رو، این مقررات و مالیاتی که روش بود تعرفه‌اش رو به صفر رسوندن و عملا شکر وارداتی رو به شدت ارزان‌تر از شکر تولید شده در داخل کردن و کمر این صنعت رو در ایران به طور مشخص هفت تپه که یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید شکر در خاورمیانه بود، اگر فکر شاید هم بزرگترین بود، این رو داغون کردن. یعنی مدیریت دولتی کار خودش رو انجام داده و تجربهش رو ما داریم، تجربه اون از کار افتادن کارخانه نشکر هفت تپه بوده و بعدش این رو گرفتن به قیمت زمین‌هاش، یعنی انگار معامله مستقلاتی دارن میکنن، به قیمت زمین‌های این هفت تپه این رو واگذار کردن به بخش خصوصی، به کسانی که نه سابقه‌ای داشتن نه چیزی، و روشن هست که پشت سر اینها آدم‌های گردن کلفتری ایستادن و یکی از دلایلی که این دادگاه رو اینها به هیچ وجه علنی نمی‌کنن دقیقاً همین مسئله است که مگه میشه یک میلیارد و نیم دلار رو در اختیار دو تا جوان 30 و چند ساله قرار داد و یک همچین شرکتی رو در اختیار اونها قرار داد بدون اینکه کسانی که این پشت هستن و اصل 1%ها هستن و اون آقازاده ها و اونهایی که اینها رو کنترل میکنن کلان سرمایه‌داران بزرگ در جریان باشن؟ یعنی اون وقت در این همچین مملکتی 1.5 میلیارد دلار رو در اختیار دو تا جوان قرار میدن و هیچ اداره حسابرسی نیست که نگاه بکنه که این پول رو اینها گرفتن که ماشین آلات بخرن، کارخونه رو راه بندازن، یا اینکه از واقعیت دو ارزی بودن، دو نرخی بودن ارز استفاده کردن و یک سوداگری ارزی در واقع بهش دست دادن. کنترل کردن اینها خیلی ساده است. شما نگاه کنید در بین متهمین دو تا از مدیران بانک مرکزی در اونجا هستن. چرا اونجا هستن؟ برای اینکه دقیقاً اینها هستن که این بازار قاچاق ارز رو سازماندهی میکنن، کنترل دارن. مقامات بانک مرکزی به راحتی میتونن در واقع بفهمن که این پولی که به اینها داده شده کجا رفته. مگه شوخی این ارقام نجومی حتی در اشل کشورهای اروپایی، چه برسه به ایران؟ اون وقتی شما نگاه میکنید اون فاجعه مدیریت بود که گذاشت دستگاه اینقدر فرسوده بشه، کارخونه تقریبا به حالت تعطیل در بیاد به خاطر فرسایش دستگاه دولتی. این خصوصی ها هستن که این رو گرفتن به مفت، بهشون هم ارز دادن باز هم به مفت، چون به نرخ رسمی بهشون دادن و اینها دست به سوداگری ارزی دارن. چرا این رو نمیدن دست خود کارگرا؟ کارگرای هفت تپه در مبارزاتی که تا حالا داشتن به وضوح مدیریت کارگری رو مطرح کردن. اسماعیل بخشی و رفقاش این رو مطرح کردن، مسئله اداره شورایی رو مطرح کردن. آقای فراهانی، یکی از خواسته های فعالان کارگری اینه که دوباره استخدام بشن آنهایی که بیکار شدند. چقدر میشه امیدوار بود که اینها با توجه به بحران های اقتصادی که ایران درگیرشه و پیش بینی اقتصاددان ها درباره آینده اقتصادی، فکر کنید چقدر احتمال این هستش که اینها دوباره بتونن به کارشون برگردن؟ من که نمیتونم به جای مقامات جمهوری اسلامی نظر بدم و اونها هم همواره وقتی مسئله کارگران و به خصوص هفت تپه که کارگران بسیار مبارزی از توش بیرون اومدن همواره سرکوبش بوده. شما نگاه بکنید به این تراژدی که آقای امیرقلی الان گفت، اختلاسگر و کسی که این کارخونه رو به این وضعیت انداخته با کسی که به این اعتراض کرده همبندن، دوتا رو با همدیگه انداختن تو زندان. اتفاقا خود همین نشون میده که مسئول اصلی خود دولته و این مقامات دولتی هستن که باید الان محاکمه بشن در کنار این اختلاسگرا. از طرف دیگه طبیعی هست که کسایی که به خاطر اعتراض به داغون شدن کارخونهشون به زندان افتادن، بیکار شدن، باید برگردن سر کارشون. این یه خاص طبیعی هست، یه خاص کاملا مشروعه و اصلا ترک کردنش از جانب اینکه آیا اینها باید برگردن یا برنگردن از جانب دولت یک فاجعه است. مسلمه که اینها باید برگردن. خواست آزادی، اینکه این احکامی که بهشون داده شده شوخی نیست، 5 سال زندان، شلاق، محرومیت از خیلی چیزها، وثیقه‌های سنگین، همه اینها باید برداشته بشه. جرم این کارگرا هیچی نبوده جز اینکه از کارخونهشون دفاع کردن، به مدیریت دزدش اعتراض کردن و الان هم دارن درخواست میکنن که این رو در اختیار خود اینها قرار بدن. نمایندگان واقعی کارگران هفت تپه امثال اسماعیل بخشی و غیره به راحتی میتونن این رو کنترل بکنن و چون نماینده کارگر هستن و زیر نظر اونها هستن به مراتب قاطع‌تر و به مراتب با شفافیت بیشتری میتونن ببرن جلو. بسیار عالی، متشکرم. بهروز فراهانی، عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه، اضافه بکنم که البته بسیاری از اتهام هایی که مطرح شده در این مرحله اتهام محسوب میشه و روند رسیدگی به پرونده کماکان ادامه داره.
سازمان عفو بین الملل جزئیات مرگ 304 نفر از معترضان آبان ماه گذشته در ایران را منتشر کرده. بر اساس این گزارش، آنها در فاصله 24 تا 28 آبان ماه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. آن اعتراضات که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین شروع شد، یک بحران سیاسی بی سابقه را برای حکومت رقم زد. یافته‌های عفو بین الملل در گزارشی از مریم افشنگ. شش ماه از یکی از خونین‌ترین اعتراضات مردمی در چهار دهه جمهوری اسلامی گذشت. عده زیادی کشته شدند، اما هنوز حکومت اعلام نکرده چند نفر. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 304 نفر. این سازمان حالا در تازه‌ترین گزارشش سعی کرده عددها را تبدیل به چهره کند و جزئیاتی از کشته شدن این افراد منتشر کند. مستنداتی که نشان می‌دهد چند زن، مرد و کودک و نوجوان در جریانات اعتراضات آبان ماه کشته شدند. 236 مرد، 10 زن و 23 نوجوان 12 تا 17 ساله. سن و جنسیت 35 نفر از جان باختگان مشخص نیست. اما بیش از 40% آنها در زمان مرگ در دهه 20 زندگی بودند. آنها در فاصله 24 تا 28 آبان ماه کشته شدند. 100 نفر در 25 آبان ماه و 78 نفر در 26. عفو بین الملل همچنین دریافته که 43 نفر دیگر هم در یکی از این دو روز کشته شدند، ولی نتوانسته روز دقیق را مشخص کند. با این حساب طی آن دو روز بیش از 220 نفر کشته شدند. یکی از انتقادات به سرکوب معترضان این بود که بعضی از آنها فقط شاهد اعتراضات بودند و نه معترض، و حتی دانش آموزانی بودند که از مدرسه به خانه برمیگشتند. حالا برای اولین بار عفو بین الملل علل و شرایط جان باختن قربانیان را هم منتشر کرده. این سازمان اطلاعاتی درباره جراحت‌های منجر به مرگ 141 نفر از قربانیان ارائه کرده. بعضی از آنها دو یا چند گلوله به جاهای مختلف بدنشان خورده. این گزارش میگوید بجز 4 مورد، همه قربانیان بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، بسیج و پلیس جان باختند. 4 نفر بر اثر اصابت گلوله به پا، 4 نفر بر اثر تیر خوردن لگن و یا ران، 13 نفر بر اثر اصابت گلوله از پشت، 14 نفر بر اثر شلیک به شکم و یا پهلو، 46 نفر با شلیک به سینه و یا قلب و 66 نفر بر اثر خوردن گلوله به سر و یا گردن. عفو بین الملل میگوید گلوله های مرگبار به سر یا بالاتنه نشان از آن دارد که برنامه نیروهای امنیتی شلیک به قصد کشتن بوده. گزارش این سازمان میگوید 304 نفر در 37 شهر و 8 استان ایران در جریان اعتراضات کشته شدند. 130 نفر در تهران، 57 نفر در خوزستان، 33 نفر در البرز، 30 نفر در کرمانشاه، 24 نفر در فارس، 21 نفر در اصفهان، 7 نفر در کردستان و 2 نفر در کرمان. در این 6 ماه بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاران تلاش کردند عددها را تبدیل به نام و چهره کنند. این فهرست نام‌های عده‌ای از کشته شده هاست. عفو بین‌الملل می‌گوید هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد معترضان سلاح گرم در اختیار داشتند و یا رفتارشان تهدید جانی عاجلی را متوجه نیروهای انتظامی و دیگران می‌کرده. این سازمان میگوید از 2 استثناء در ماهشهر در تاریخ 27 آبان آگاه است که بین معترضان و نیروهای امنیتی تبادل آتش صورت گرفته. امروز هم وزارت دارایی آمریکا چند نفر از مقامات ایران از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران را تحریم کرد. امروز ایالات متحده آمریکا 12 مقام و نهاد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم می‌کند. یکی از این افراد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران است. ما اطلاعاتی در دست داریم که رحمانی فضلی دستور استفاده از نیروهای قهریه را در تظاهرات آبان ماه سال گذشته به پلیس داده. دستورات شیطانی او منجر به کشته شدن شهروندان بیگناه ایرانی شد. مفتخریم که عدالت را در حق قربانیان و کسانی که در ایران صدایشان خاموش شده اجرا می‌کنیم. 6 ماه از روزهای پر التهاب آبان ماه می گذرد.
خانواده‌های داغدار خواهان روشن شدن حقیقتند. می‌خواهند بدانند چرا و به دستور چه کسی یا کسانی عزیزانشان کشته شدند. علی‌رغم وعده‌ها و اینکه بعضی از مقامات هم گفتند شماری از کشته شدگان در میان معترضان نبودند، تاکنون نه دولت ایران و نه هیچ کدام از مقامات قضایی امنیتی آمار دقیقی از کشته شدگان منتشر نکردند. همچنین در هیچ دادگاهی کسی به اتهام کشته شدن افرادی که خود حکومت هم معتقد است معترض نبودند محاکمه نشده. مریم افشنگ، بی بی سی. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، از لندن با ماست. خانم بحرینی، خوش آمدید به برنامه. میشه از شیوه تحقیقتون توضیح بدید و چطوری به این عدد رسیدید؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، این تحقیق بسیار زمانبر بوده و حاصل 6 ماه تلاش عفو بین‌الملل برای گفتگو با منابع در واقع دست اول بوده. به طور کلی در 127 مورد عفو بین‌الملل تونسته با افراد متأثر از واقعه به طور مستقیم صحبت بکنه که اینها شامل بستگان قربانیان، دوستان، آشنایان، همسایه ها و همینطور شاهدان عینی می شدن. در 27 مورد دیگه عفو بین الملل اطلاعات خودش رو از طریق فعالان حقوق بشری مستقل و روزنامه نگاران به دست آورده و بر مورد تک تک این موارد با این فعالان صحبت کرده که ببینه اونها منابعشون چه کسانه بودن و در اغلب موارد منابع اونها هم بستگان و خانواده ها و دوستان و آشنایان بودن. 34 مورد از طریق کادر پزشکی به اطلاع عفو بین الملل و مجدداً عفو بین‌الملل مصاحبه‌های انجام داد تا در مورد موثق بودن این اطلاعات به اطمینان برسه و 16 مورد باقی مانده از این 34 جانباخته ثبت شده از طریق ویدیوهایی که در صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی منتشر شده و شامل گفتگوهایی با خانواده‌های جانباختگان میشه، ولی گاهی اوقات این گزارش‌ها بدون ذکر نام جانباخته هستند. در مجموع عفو بین‌الملل تلاش بسیاری به خرج داده و نهایت دقت رو به خرج داده که در طول پروسه اطلاعات رو که دریافت می‌کنه موارد ثبت شده رو مورد بازبینی قرار بده و مطمئن باشه که هیچ وقت احتمال اینکه یک گزارش مربوط به چند نفر باشه وجود نداشته باشه. به همین دلیل معیارهای ما بسیار سختگیرانه بوده و این رقم 304 همونطور که در گزارش مفصل توضیح دادیم یک رقم حداقلیه، ولی آمار تخمینی نیست. انسان‌هایی هستند که نحوه کشته شدنشون، زمان کشته شدنشون و در واقع جزء منبعشون به طور دقیق و دونه به دونه مشخصه. ما همینطور این آمار خیلی کمتر از گزارش بعضی دیگر از سازمان‌ها و مراکز خبریه. علتش چیه؟ علتش دقیقا همینه که توضیح دادم، برای اینکه ما برای وارد کردن نام هر جانباخته باید منابع مشخصی رو شناسایی می‌کردیم و به اطمینان می‌رسیدیم که اطلاعاتی که اونا به ما میدن دقیقه. و آیا عفو بین‌الملل در داخل ایران هم میتونه فعالیت بکنه یا شما تمام فعالیتتون از خارج از کشوره؟ خب ما در این زمینه از همکاری و اعتماد تعداد بسیاری از مطلعین در داخل ایران بهره‌مند شدیم و از تک تک اونها قدردان هستیم که به این سازمان اعتماد کردن و به ما کمک کردن که بتونیم این اسامی این جانباختگان و نحوه کشته شدنشون رو مستند بکنیم. همونطور که در گزارش توضیح دادیم ما مطلع هستیم که اسامی دیگری هم در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده، ولی ارزیابی ما این بوده که اطلاعات کافی برای وارد کردن این اسامی نداریم و من از همینجا از تمام کسانی که دغدغه روشن شدن حقیقت ابعاد کشتار آبان رو دارن دعوت میکنم که لیست منتشر شده توسط عفو بین‌الملل و روش شناسی مفصل این گزارش رو مطالعه بکنند و اگر اطلاعات دقیقی در مورد جانباختگانی دارن که در این گزارش ثبت نشده با سازمان ما تماس بگیرم. متشکرم. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل با ما.
نوشین محمودی، مادر علیرضا انجوی، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 از شهر صدرا در شیراز با ماست. خانم انجوی، متاسفم از دست دادن پسرتون. شما شکایت کردید از قرار و آیا پیگیری شده از جانب مقام های قضایی؟ الان تشکیل دادم، ولی یه چند روز بعدش از طرف استانداری که در اون هفتش نفری بودن بعد این خونه ما بسن شما بخواد پیگیری کنیم، ما خودم پیگیری میکنیم وقتی داشتم بسنم که ببخشید خانم محمودی، صدای شما رو ما درست نشنیدیم. فرمودید که آیا قوه قضاییه پیگیری کرده، شما پاسخی گرفتید در پی شکایتتون؟ نه، من هیچ پاسخی نگرفتم، ولی به ما گفتن که شکایت میکنیم نتیجهش بهتون میدیم، ولی تا به امروز نه، هیچ پاسخی به ما ندادن. شما آیا وکیل گرفتید؟ آیا بعد از در واقع شکایتی که انجام دادید پیگیری کردید شکایت رو؟ میگم که ما راستش بخواییم وقتی میگم که شکایت کردیم پروندهم تشکیل دادیم و برای که وکیل بگیریم، بعد از چند روز اومدن خونه ما دیگه پیگیری نکردیم، چون خودشون گفتن که ما خودمون پیگیری میکنیم نتیجهش بدیم. آیا شما با بقیه خانواده ها در تماس هستید، کسانی که تجارب مشابه داشتن؟ من خیلی نه، فقط از طریق واتساپ و با اینجور باشون در ارتباط هستم. ما گزارش هایی داشتیم از دیگر خانواده قربانیان اعتراضات آبان مبنی بر اینکه مورد تهدید قرار گرفتند و ازشون خواسته شده که دست از پیگیری این پرونده ها بکشند. آیا شما تحت فشار بودید؟ آیا با شما تماسی گرفته شده؟ یعنی راستش بخواهی به طور مستقیم به خودم نه، ولی توسط یکی از اقوام گفتم، یعنی یک ضمانت ازشون گرفتن که خانم محمودی، پسر شما چند ساله بود؟ در چه روزی از اعتراضات شرکت داشت؟ پسر من متولد سال 71 بود و روز 25 آبان ماه. شما کی با خبر شدید که پسرتون کشته شده؟ من بعد از یک هفته. و در اون یک هفته کجا رفتید؟ آیا تونستید هیچ خبری بگیرید ازش؟ بله، چرا ما پیگیری میکردیم، ولی به من گفتن که چرا هستنشون دارم ازشون خوبم پذیرایی میکنن، بعد از یه هفته بازی میشن برمیگردن خونه. و بعد چطوری به شما خبر دادن که پسرتون کشته شده؟ من رفتش که رفته بودم بیرون، بعد به من زنگ دادن از آگاهی، به من گفتن که شما چیکارش میشین، چیکاره علیرضا فتح‌اللهی انجوی میشین، من گفتم که مادرش هستم، بعد گفتن که شما لطف کنید بیاین آگاهی، یعنی با گوشی خودشم بیاین تماس گرفتم. بعد اینجا خیلی سوال ازم پرسیدن، بعد گفتن که باید بیاین پزشکی قانونی، و من خودم چون تنها بودم نرفتم دیگه، از تماس گرفتم با اقوامم، با چند تا از اقوام رفتم پزشکی قانونی که چند تا عکس بهشون نشون دادن که عکس پسر منه، من اینم بودم با این حال تا خودم ندیدنش بکنم شاید اشتباه شده. یه وقتی خب رفتم پزشکی قانونی، بازم تو عکسی دیدم بکنم نه این نیست، ولی خب لباسش با مدارکش که نشون دادن دیگه مطمئن شدم پسر خودم. متشکرم نوشین محمودی، مادر علیرضا انجوی، از کشته های اعتراضات آبان 98. شاهد علوی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از واشنگتن دی سی با ماست. آقای علوی، امروز شنیدیم که آمریکا بعضی از مقام های ایران رو در واکنش به کشتار معترضان در آبان 98 تحریم کرده. چنین اقداماتی چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ به طور مستقیم فکر نمی کنم در واقع اقدامات موثری باشه، به خاطر اینکه این افراد مشخصا سرمایه خاصی امریکا ندارند، ارتباطات خاصی با امریکا ندارند، و این در واقع اقدام نمادین هست به این معنا که انگار امریکا میخواد نشون بده که نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هست، که البته من باورم هست که اینم درست نیست. اونا قبلا گفتن که مسئله شون در واقع
اقدامات خارجی ایران در منطقه است و اگر ایران کنار بیاد با امریکا دست از دست اندازی منطقه‌ای برداره، اونها با ایران مشکلی ندارن، همانطور که با کره شمالی میخوان صلح بکنن با عربستان مشکلی ندارن و مواردی از این دست. اما مشخصا در این مورد من فکر نمی‌کنم تاثیر داشته باشه. قبلا هم مقامات نظامی و سیاسی و امنیتی ایران در مقاطع مختلفی در سطوح مختلفی از طرف امریکا تحریم شدن، اسامیشون اومده در گزارش‌ها، مشخص شده که اینها کسانی بودند که در کشتار مردم، سرکوب مردم، معترضان و به طور کلی درست کردن جامعه‌ای که زندگی درش به جهنم تبدیل شده نقش داشتن، مسئولیت داشتن، آمریت و عاملیت داشتن، اما عملاً تأثیری نگذاشته، رفتار جمهوری اسلامی در داخل تغییری نکرده. هر زمان هم که خواسته مزایای در واقع امتیازی بده در مسائل منطقه‌ای کوتاه اومده، مثل همین هفته‌های اخیر که به نظر میرسه در منطقه دست‌اندازی ایران متأثر از کرونا و اثر تحریم‌های اقتصادی کمتر شده و میخواد امتیاز بده یا در واقع به شکلی کنار بیاد، اما در داخل از شدت سرکوب‌ها کم نشده و به نظر من تأثیر عملی چندانی نخواهد داشت. آقای علوی، خانواده قربانیان چه کار میتونن بکنن؟ شنیدیم صحبت‌های خانم محمودی رو که شکایت کردند اما هیچ پاسخی نگرفتن. خب عملاً بعضی خانواده صحبت کردن، مثلا پدر پویا بختیاری یا همین مادر علیرضا انجوی شیرازی که با شما صحبت کردن و اون اسامی 304 اسم نشانه این هست که 304 خانواده یا بستگان یا آشنای نزدیک اومدن صحبت کردن با روزنامه‌نگاران، با سازمان عفو ملل و اطلاع رسانی کردن. دادگاه تجربه نشون میده که در واقع دادگاه ایران مستقل نیستن، اینها عملا در بخش حداقل دادگاه امنیتی و سیاسی دادگاه انقلاب به شکلی در واقع ابزار دست سرکوب نهادهای امنیتی و حاکمیت هستن. به این ترتیب نمیشه انتظار داشت اونجا صدای اینها به جایی برسه. به نظر مشخصا در پاسخ به سوال شما به نظر من میرسه که کاری که خانواده میکنن سکوت نکردنه. به شیوهای مختلف خانواده میتونن در واقع اسامی رو بدن، در مورد عزیزانشون صحبت بکنن. شاید همه نتونن مثل پدر پویا بختیاری صحبت بکنن، این انتظار به نظر من بزرگی از همه، همون اراده رو یا اون شجاعت رو یا اون امکان رو به دلیل مختلف ندارن، اما همه میتونن وقتی فرزندشون کشته میشه، زندانی میشه، سرکوب میشه، در موردش اطلاع رسانی بکنن و به نظر من این حداقل این اطلاع رسانی کمک میکنه که امکان سرکوب برای حکومت دشوارتر بشه. تجربه نشون داده که حکومت میخواد در سکوت و بی اطلاعی ادامه بده به رویه‌ای که داره 41 ساله، اما وقتی در واقع اطلاع رسانی میشه، اسامی میاد، در مورد سرکوب صحبت میشه، شدتش کاسته میشه. به این ترتیب به نظر من صحبت کردن، اطلاع رسانی حداقل کاری که خونده میتونه انجام بده. متشکرم از شما شاهد علوی، روزنامه‌نگار. یکی از معدود فواید بحران کرونا این بوده که کاهش فعالیت‌های اقتصادی در دنیا باعث شده طبیعت نفسی تازه کند. یک برآورد جدید نشان می‌دهد که انتشار گازهای گلخانه‌ای در این مدت 17% کم شده. گازهای گلخانه‌ای عامل اصلی گرم شدن کره زمین و نوسانات شدید اقلیمی شناخته می‌شود. حالا بسیاری از شهرها می‌کوشند با برگشتن به شرایط اقتصادی عادی نگذارند شرایط آب و هوایی مثل سابق شود. سیاوش عادل گزارش می‌دهد. شهرهای بزرگ دنیا این روزها متحول شدند. آلودگی نفسگیر هوا در دهلی جای خود را به هوای پاک و مطبوع داده. دیوار چین قبلا به سختی دیده می شد. فرقش را با امروز ببینید. شهر عشاق آلوده و کشنده بود، اما حالا ممد حیات است و مفرح ذات. بحران کرونا اقتصادها را زمینگیر کرد، ولی برای حل آلودگی هوا نیز معجزه کرد. من داشتم معمولی نفس میکشیدم، ولی هوا که آلوده میشه نفس کشیدنم یه جوری میشه. این به نظر عجیب میاد که از بچه‌هامون بخوایم برن بیرون بازی کنن، ورزش کنن، ولی میدونیم به خاطر آسم و مشکلات تنفسی براشون خوب نیست که برن بیرون. آلودگی هوا هر سال 4.5 میلیون نفر را میکشد. در ایران 10,000 نفر. آلودگی هوا هر سال 3,000 میلیارد دلار هزینه دارد. در ایران چندین میلیارد دلار. یک تحقیق جدید نشان داد در شهر ووهان چین کم شدن آلودگی هوا به علت قرنطینه حداقل 60,000 نفر کمتر تلفات گرفت. چندین برابر کسانی که به دلیل ویروس کرونا جانشان را از دست دادند. هوای پاک و عاری از آلاینده های خودروها و کارخانه ها و نیروگاه ها یک سمت ماجراست. سمت دیگرش آلاینده به اسم دیوکسید کربن است که یک گاز گلخانه‌ای محسوب می شود.
خطر بالقوه گازهای گلخانه‌ای از هوای آلوده شهرها هم خطرناک‌ترند، چون باعث گرم شدن کره زمین می‌شوند. گرمایش زمین یعنی به هم ریختن تعادل طبیعت. طوفان و سیل‌های مهیب، آب شدن یخ‌های قطبی، ریزگرد، قحطی و آتش‌سوزی‌های جنگلی که هر کدام سالانه زندگی میلیون‌ها نفر را به هم می‌ریزد و تا سال‌های آینده هر سال هزاران میلیارد دلار به اقتصادهای جهان خسارت خواهد زد. حالا محققان می‌گویند بحران کرونا باعث شده تا الان 17% از انتشار دیوکسید کربن در هوا کم شود. دلیلش مصرف کمتر برق، تردد کمتر در خودروها و کاهش چشمگیر سفرهای هوایی است. هرچه هواپیما کمتر پرواز کند، دیوکسید کربن کمتری وارد هوا می شود. هر مسافر در یک سفر رفت و برگشت از تهران به لندن 1000 کیلوگرم دیوکسید کربن وارد جو زمین می کند. سفرهای هوایی تاکنون 90% کاهش داشتند. این کاهش 17% دیوکسید کربن که داریم می‌بینیم بسیار چشمگیر و تا به حال ما همچین چیزی ندیدیم. اما حالا فعالیت‌های اقتصادی رفته رفته از سر گرفته شدند، مخصوصاً در چین. کارشناسان و فعالان اقلیمی که پارسال آغازگر بزرگترین جنبش جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بودند، راضی هستند ولی خوشحال نیستند. زیرا می دانند اگر قرار باشد این دستاوردهای بزرگ زیست محیطی که از زمان انقلاب صنعتی بی سابقه بوده پایدار بماند، باید عادتها و سیاستها از اساس تغییر کنند، نه فقط در یک دوره کوتاه. وگرنه آش همان و کاسه همان. خبر خوب این که اتحادیه اروپا تعهد داده است در بسته 500 میلیارد یورویی خود برای احیای اقتصادها از صنعت سوخت فسیلی فاصله بگیرد، مخصوصا که بسیاری از صنایع سوخت فسیلی در آستانه ورشکستگی هستند. سوخت‌های فسیلی عامل اصلی تولید دیوکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای هستند. بحران کرونا نشان داده که می‌شود طرحی نو در انداخت. شاید حالا دنیا دریابد که در میانه کابوس کرونا یک آینده سبز ممکن و شدنی است. سیاوش اردلان، بی بی سی. وزارت بهداشت ایران به مناسبت روز ملی جمعیت هشدار داده که شاخص رشد جمعیت به کمتر از 1% رسیده. این وزارتخونه میگه جمعیت ایران از سال 95 پا به میانسالی گذاشته و اگر همین روند ادامه پیدا کنه تا 30 سال دیگه جمعیت ایران پیر خواهد شد. پیر شدن جمعیت مشکل آفرینه، از جمله کم شدن نیروی کار و بالا رفتن هزینه های بازنشستگی و درمانی جمعیت سال خورده. به زبان ساده جوانها و میانسالهای کنونی فرزندان کمی به دنیا میارن و این فرزندان ناچارند هزینه های جمعیت مسن رو با کار بیشتر تأمین کنند. جمعیت شاید شمشیر دولبه باشه و افزایش جمعیت بدون تأمین زیرساخت‌ها و نبود امکانات میتونه کشورها رو دچار بحران بکنه. در ایران اما رویکرد سیاستگزاران جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته متفاوت بوده. گاهی افزایش جمعیت رو تشویق کردند و گاهی کاهشش رو. در زمان جنگ با عراق سیاست حکومت ایران تشویق به فرزندآوری بیشتر بود. این سیاست تا اواخر دهه 60 خورشیدی موجب افزایش قابل توجه جمعیت ایران شد، تا جایی که به نظر می رسید اگر رشد جمعیت با آهنگ 4% اون زمان ادامه پیدا کنه انفجار جمعیت اجتناب ناپذیر باشه. اما در سالهای بعد از جنگ شعار فرزند کمتر زندگی بهتر مطرح شد. اگر مثل من متولد اوایل دهه 60 یا پیشتر باشید احتمالاً تبلیغ این شعار رو در تلویزیون و روی بسته‌های کالا به یاد میارید. همزمان در مراکز بهداشتی روستاها و شهرها اقلام پیشگیری از بارداری رایگان توزیع می‌شد. همچنین در بیمارستان‌های دولتی عمل‌های پیشگیری از بارداری مثل وازکتومی به طور رایگان انجام می‌شد. به این ترتیب نرخ رشد جمعیت به تدریج کمتر شد. اما سیاست جمعیتی ایران در نهایت معکوس شد. رهبر جمهوری اسلامی 6 سال پیش به سران سه قوه دستور داد پیگیر اجرای این سیاست باشند. حتی مجلس در سال 94 به تکاپوی تصویب طرحی افتاد که بر مبناش هر تلاش و تبلیغی برای عملهای عقیم‌سازی جرم تلقی می‌شد. البته با ایراد شورای نگهبان بخش‌هایی از این طرح تصویب نشد، اما پافشاری آیت الله خامنه‌ای برای افزایش جمعیت کماکان باقیه. من بایستی تجدید نظر بشه و همه مسئولین کشور باید این فرهنگ سازی رو بکنن در جامعه، از این حالتی که امروز وجود داره 1 بچه 2 بچه باید خارج کنن کشور را
همطور که وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست. ریچارد چینکوتا جمعیت شناس و زیست شناس جمعیتی از آرلینگتون با ماست. آقای چینکوتا مشخصا روی تغییر و تحولات جمعیتی ایران و اسرائیل در خاورمیانه کار کردند و مقاله‌ای هم دارند با عنوان ایران در گذر، پیامدهای دموگرافی در حال تغییر جمهوری اسلامی. آقای چینکوتا خوش آمدید به برنامه. عمده‌ترین نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر پیر شدن جمعیت این کشور. علت چیه؟ چرا باید نگران باشن؟ بله، جمعیت ایران سالمندتر خواهد شد به خاطر اینکه فرزند آوری ایرانیان کاهش پیدا کرده. دو تا بچه برای هر زن، این از ضریب 6.5 در انتهای جنگ ایران و عراق کاهش پیدا کرد. و البته اون گروه از مردمان در اون نسل اون زمان الان به سن بازنشستگی خواهند رسید، حدود 15 سال دیگه به سن بازنشستگی میرسن. و اون چه که باعث نگرانی مقامات میشه اینه که ایران این فرصت رو از دست داد برای جمع کردن اون پولهایی که بتونه کمک بکنه به بازنشستگان آینده. متشکرم آقای چینکوتا. مسئله رشد جمعیت تنها مشکل ایران نیست، بسیاری از کشورهای اروپایی مسئله رشد جمعیت منفی داشتند. اونها چه راه حل هایی داشتند؟ مقام های ایران چه درسی میتونن بگیرن؟ اول از همه ایران رشد منفی جمعیت نداره. من نمیدونم وزیر ایرانی چرا این حرف رو زده، شاید اون چه که وزیر میباید اشاره میکرد به نظرسنجی که چند سال پیش انجام شد که باروری در ایران بیشتر از مرگ و میر خواهد بود. واقعیت اینه که در حال حاضر 1 میلیون زاد و ولد ایران بیشتر از مرگ و میر داره امسال. این البته کاری حالا به مرگ و میرهای ناشی از کرونا نداریم که مقدار زیادی بود، ولی اونقدر نبود که حالا بخواد این فاصله رو پوشش بده. اما فرزندآوری ایران بیشتر از مرگ و میر بود. راستش اصلا بخواید اصلا فکر نمی‌کنم که مقامات ایران باید نگران باشن، بلکه میدونید فرزندآوری ایران اصلا در اون حدی نیست. میدونید راستش بخواید ملاحظات سیاسی، ملاحظات مذهبی از سال 2005 تا 2010 به خاطر این ملاحظات میخواستند که فرزندآوری ایرانیان بیشتر باشه. الان کشورهای اروپایی اون ضریب رشد جمعیتشون خیلی کمتر از ایران هست و اونها دوست دارن که خانواده بزرگتری رو ببینن نسبت به ایران. ولی فکر کنم که کشورهای اروپایی الان خیلی خوشحال باشن الان بتونن اون ضریب رشد جمعیت رو داشته باشن که ایران داره، دو تا بچه برای هر زن، که خیلی هم همخوانی داره با کشورهای دیگه اسلامی که یا کشورهایی که جمعیت بیشتر مسلمان دارن، حدود بین 2% آقای چینکوتا. اصلا حالا چه اشکالی داره که جمعیت کمتر بشه؟ به هر حال امکانات محدود، 8 میلیارد نفر دارن در روی کره زمین با این امکانات محدود زندگی میکنند. چه اصراری دارن کشورها که جمعیت بیشتری داشته باشن؟ میدونید دو جور کشور هستن. بعضی کشور هستن که زیاد جمعیتشون خیلی زیاد هست. ایران یکی از اون کشورها نیست. اما خیلی اون کشورهایی که دارم بهتون میگم که رشد جمعیتشون زیاد هستش توی آفریقا هستن، در نقطه استوایی آفریقای سیاه. اونها مشکلات زیادی دارن برای اینکه نمیتونن تمام این جمعیتشون رو به اشتغال در بیارن، بهشون آموزش بدن و تامینشون بکنن. جمعیتشون به سرعت رو به افزایش هست و به هر دلیل بعضی از رهبرانشون هم زیاد براشون مهم نیست، اما فعلا دارن براشون این قضیه مهم میشه. شاید هم یه ذره دیر داره براشون مهم میشه. اما کشورهای اروپایی که میخوان فرزندآوریشون بیشتر بشه، مثلا به حد ایران برسه، اونها نگران هستن که
نگران هستن که نیروی کارشون، اون بدنه اصلی نیروی کارشون که الان مثلا چیزی بین 25 سال تا 54 سال هست، اونا نگران هستن که این رده سنی جمعیت وقتی بازنشسته بشن خیلی جمعیتشون زیاد بشه، یعنی به جایی برسه که جمعیت بازنشسته ها بیشتر از نیروی کار بشه. بنابراین وقتی بخوایم حقوق بازنشستگی رو به این آدم ها بدیم، باید از اون نیروی کار آدم ها در بیاریم. ایران هم داره به همون مسیر میره، ولی میدونین این سالهای سال طول خواهد کشید. مثلا حدود سال 2060، یعنی مثلا حدود 40 سال دیگه، وقتی جمعیت ایران خیلی نزدیک خواهد شد به مثلا 100 میلیون نفر و در اون مرحله به تثبیت برسه. الان حدود 83 میلیون نفر هست. الان 80-83 میلیون نفر هست. شاید بعداً بعد از 40 سال این نگرانی باشه که اونهایی که دارن کار میکنن و مالیات میدن نتونن حمایت بکنن از اونهایی که بازنشسته شدن و حقوق اونها رو بدن، و دولت ایران هم الان این پولها رو تا اون موقع سعی میکنه که نگه داره که بعداً بتونه پول این بازنشسته. آقای چینکو تا خیلی کوتاه لطفاً، شما تغییر و تحولات جمعیت ایران و اسرائیل رو در خاورمیانه دنبال کردید، معادلات سیاسی چقدر تأثیر گذاره بر سیاست‌های جمعیتی؟ That's a good question. این سوال خوبیه. میدونید اسرائیل یک سیاست جمعیتی خیلی پیچیده ای رو در پیش رو داره. الان ببینید که این مشکلی که دولت اسرائیل باش مواجه است، از یه طرف مردم اسرائیل هستن، مخصوصا اون ارتدوکس های خیلی مذهبی و اونهایی که یا مذهبی هایی که تو کرنه باختری زندگی میکنن، فرزندآوری بسیار زیاد داره. این ضریب افزایش جمعیت در این مناطق مذهبی خیلی بالا هست، اما نقاط دیگری هستش که فرزندآوریشون به همون حد و حدود ایران هست و یه بخش جمعیت هم خب بالاخره بینابین هست. برای همین ضریب جمعیت به هر حال داره بیشتر میشه، ولی خیلی عجیب داره این جمعیت روش میکنه. برای اینکه آدم هایی که بیشتر از همه میتونن بارور باشن، آدم هایی که میتونن مولد باشن، اونهایی که در ارتش خدمت میکنن، بیشتر از گروه های غیر مذهبی هستن، و این گروه های غیر مذهبی و گروه های مذهبی دارن در واقع از تلاش و دسترنج اونهایی که غیر مذهبی هستن دارن ارتزاق میکنن، حقوقشون رو دارن از این گروه ها میگیرن، از گروه های غیر مذهبی. در واقع این گروه های غیر مذهبی دارن کار میکنن برای که گروه های غیر مذهبی بتونن کار بکنن، و برای همه پیچیدگی هایی دارن در جمعیت، چون که اصلا ایران امیدواره نتونه به اونجا برسه. میدونین ایران کاری کرده که خیلی کار مشکلی هستش در بین کشورهای روبه توسعه. ایران الان وضعیت فرزندآوریش فقط شامل حال جمعیت اصلیش نمیشه، بلکه بین اقلیت‌هاش هم در همین حد هست. میدونید اقلیت‌ها حدود مثلا 40-50% جمعیت ایران هستن، غیر فارس‌ها رو دارم میگم. میدونید غیر فارس‌ها هم الان مثل فارس‌ها تقریبا همون حد فرزندآوری رو دارن. و بلوچ‌ها البته بلوچ‌ها هم قبلا یه ذره ضریب جمعیتشون رشد جمعیتشون فرق می‌کرد، ولی فرزند آوریشون بین مثلا 9 تا بچه برای هر زن بود. این مثلا حدود 10 سال پیش بوده، ولی الان خیلی عوض شده. الان مثلا رسیده به حدود 3 تا بچه برای هر زن. این برای ایران خب در این حد خیلی دستاورد خوبی هستش. ولی متشکرم ریچارد چینکوتا. آقای چینکوتا متاسفانه فرصتمون محدود، مایلیم که بحث ادامه بدیم، ولی متاسفانه باید با شما خداحافظی بکنیم. ممنونم ریچارد چینکوتا، جمعیت شناس. وبسایت آیت الله علی خامنه ای به مناسبت روز قدس پوستری جنجالی منتشر کرده، پوستری که اعتراض نخست وزیر اسرائیل را برانگیخته. بنیامین نتانیاهو در توییتر نوشته که این پوستر طرح موسوم به راه حل نهایی نازی ها برای نابودی یهودیان را به یاد می آورد. آقای نتانیاهو گفته آقای خامنه ای باید بداند هر حکومتی که اسرائیل را تهدید به نابودی کند خودش را در خطر نابودی خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا هم پیام آیت الله خامنه ای را نفرت انگیز و ضد یهود خوانده. مایک پمپئو
در توییتش گفته که شعار رهبر جمهوری اسلامی نماینده سنت رواداری مردم ایران نیست. دفتر آیت الله خامنه ای هم در توییتر جواب داده که نابود کردن صهیونیست‌ها به معنای نابود کردن یهودیان نیست، بلکه به معنای پایان دادن به رژیم به گفته آنها تحمیلی اسرائیل است تا مسلمانان، مسیحیان و یهودیان دولت خود را انتخاب کنند. اما داستان این پوستر چیست؟ حبیب حسینی فرد، اول گزارشی با هم ببینیم بعد به گفتگویی در این باره میرسیم. پوستری که دفتر نشر آثار آیت الله خامنه ای در سه نسخه منتشر کرده بحث برانگیز شده. از جمله نخست وزیر اسرائیل آن را یادآور تلاش نازی های آلمان در دوره جنگ جهانی دوم برای نابود کردن یهودیان دانسته. عنوان نسخه فارسی این پوستر قدس خرمشهر دیگر می شود است که زیر آن نوشته شده راه حل نهایی، مقاومت تا همه پرسی. اشاره به پیشنهاد رهبر ایران برای برگزاری همه پرسی میان تمام ساکنان سرزمین های فلسطینی و اسرائیل از جمله آوارگان فلسطینی در مورد آینده این سرزمین ها. تصویر گروهی را در مقابل مسجد الاقصا نشان می‌دهد که پرچم‌های فلسطین، پرچم سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق و عکس‌هایی از رهبران جمهوری اسلامی، رهبر حزب الله لبنان، قاسم سلیمانی، عماد مقنیه و شماری دیگر از چهره‌های جبهه موسوم به جبهه مقاومت در دست دارند. عده‌ای از آنها لباس نظامی و سلاح دارند و عده دیگر لباس سنتی عربی. دو سه یهودی ارتدوکس هم در بین جمعیت هستند. پارچه نوشته‌ای بر دیوار مسجد الاقصا دیده می شود که به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی روی آن نوشته شده همه پرسی ملی فلسطین. اما از زبان عبری خبری نیست. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان با ماست. آقای حسینی فرد، این راه حل نهایی که برای مقام‌های اسرائیل بسیار آزاردهنده بوده شنیدنش، اصلا یعنی چی و چرا مقام‌های ایران استفاده می‌کنند از این لفظ؟ راهل نهایی از همون قرن 18 از همون قرن 19 که چیزی به نام مسئله یهود در اروپا شکل گرفت و به نوعی یهودی ها از طرف اون گروه ها و دستجات ضد یهود به عنوان عاملی در مثلا مانعی در جهت توسعه و تمدنی اروپا تلقی شدند، عملا صحبت از این بود که باید چه کرد با یهودی ها. از سال 1881 حدودا آقای دورینگ مسئله همین راه حل نهایی رو مطرح کرد، منتها تا سال 1941 که نازی ها از این مفهوم یک تلقی دیگری ارائه دادن، عمدتا ناظر بر این بود که باید یهودی ها رو تبعید کرد، جابجا کرد، از این حوزه تمدنی اروپا بیرونشون روند. تا 1941 راه حل نهایی ناظر بر لزوم نابودی کامل و کشتن یهودی ها نبود. از سال 1941 هیتلر رو در دستگاهش رسیدن به این نتیجه که صرف آوارسازی و تبعید یهودی ها نتیجه نمیده و ما باید بریم به طرف راه حل نهایی رو اینجوری تعریف بکنیم که در اتاق‌های گاز و میدان‌های اعدام اینها رو نابود بکنیم. به همین خاطر خب ما می‌دونیم 6 میلیون یهودی در همچین پروژه‌ای کشته شدن. همین به همین خاطر هم هولوکاست و نام دیگه این راه حل نهاییه و برای اسرائیلی‌ها، برای یهودی‌ها و ارسلت یادآور یک بخش فراز تلخی از تاریخشون هستش. متشکرم حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب ما تماشا کنید. ممنون از همراهی شما. شب خوش.